قدرت ذهن ناخودآگاه، نوشته دکتر جوزف مورفی. فصل 11. ذهن ناخودآگاهتان در رسیدن به موفقیت همچون یک شریک است. موفقیت یعنی موفق زندگی کردن. آرامش، لذت و شادی طولانی مدت ممکن است معنای موفقیت باشند. منظور حضرت مسیح از زندگی سرشار از موفقیت زندگی با این نعمات است: آرامش، توازن، ثروت، امنیت و شادی از جمله حقایق زندگی هستند که غیر قابل لمس می باشند. آنها از عمق وجودی انسان نشأت می گیرند. فکر کردن به این کیفیات باعث ایجاد چنین گنج‌های بهشتی در ناخودآگاهتان می‌شوند. گنج‌هایی که نه زنگ می‌زنند و نه حشرات به آنها آسیبی می‌رسانند. جایی که دزدان نه می‌توانند وارد شوند و نه سرقت کنند. سه گام برای رسیدن به موفقیت. بیایید در مورد سه گام رسیدن به موفقیت صحبت کنیم. اولین گام برای رسیدن به موفقیت یافتن کاری است که شما دوست دارید انجام دهید. سپس آن را انجام دهید. موفقیت در عشق ورزیدن به کاری است که انجام می دهید. درست مثل یک روانپزشک که دریافت و نصب مدرک بر روی دیوار برایش قانع کننده نیست و باید با زمان جلو بیاید، در جلسات شرکت کند و به مطالعه ذهن و عملکردهای آن ادامه دهد. یک روانپزشک موفق از کلینیک ها دیدن می کند و به مطالعه آخرین مقالات علمی می پردازد. به بیان دیگر، خود را از مؤثرترین متدهای تسکین دهنده بشر آگاه می کند. یک روانپزشک یا پزشک موفق باید قلباً به بیماران خود عشق بورزد. شاید یک نفر بگوید چطور می توانم اولین گام را عملی کنم؟ نمی دانم باید چه کاری را انجام دهم. در چنین مواردی به صورت زیر دعا کنید: هوش بی پایان ذهن ناخودآگاهم جایگاه حقیقی من را در زندگی نمایان می کند. این دعا را آرام، با یقین و عشق به اعماق ذهن خود وارد نمایید. اگر با ایمان و اعتماد چنین کاری را ادامه دهید، پاسخ به صورت یک حس یا انگیزه در راهی مشخص، دقیق، آرام و آگاهی خاموش درونی به سوی شما باز می گردد. دومین گام رسیدن به موفقیت این است که در یک زمینه کاری متخصص شوید و در این مورد از هر کس دیگری بیشتر بدانید. مثلا اگر یک آقا شیمی را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده است، بایستی بر روی شاخه های فراوان موجود در این رشته تمرکز نماید. او باید تمام وقت و توجه خود را صرف مسیر انتخابی خود کند. باید به اندازه کافی انگیزه داشته باشد تا بتواند در این رشته از هر نظر توانمند گردد. در صورت امکان باید از هر کس دیگری بیشتر بداند. این آقای جوان باید با اشتیاق به کار خود علاقه نشان دهد و عاشقانه به جهان خدمت کند. چون او در میان شما بهترین است، اجازه دهید تا به شما خدمت کند. میان چنین طرز فکری و کسی که فقط می‌خواهد زندگی کند یا بگذراند تفاوت زیادی وجود دارد. گذراندن یک موفقیت حقیقی نیست. انگیزه انسان باید بزرگتر، خاص‌تر و نوع دوستانه‌تر باشد. چون باید به دیگران خدمت کند، پس باید راه نیکی کردن به آنها را در پیش بگیرد. سومین گام مهمترین مرحله است. باید اطمینان حاصل کنید چیزی که شما دوست دارید انجام دهید نباید فقط به موفقیت شخص شما محدود شود. نباید آرزوی شما خودخواهانه باشد، بلکه باید به بشر سود برساند.
مسیر دایره‌ای یک چرخه باید کامل شکل بگیرد. به بیان دیگر، باید افکار شما به هدف حمایت یا خدمت به جهان پیش رود. بعد از آن به سوی شما باز می گردد. دست به دست هم داده و با هم پیش می روید. اگر آرزویتان تنها به سود شما محدود شود، چرخه یا مسیر کامل دایره‌ای شکل نمی گیرد و شاید چرخه کوچکی را در زندگی تجربه کنید که ممکن است محدودیت یا بیماری را به همراه داشته باشد. میزان موفقیت حقیقی. ممکن است بعضی ها بگویند ولی آقای از فروش سهام تقلبی نفت ثروت کلانی را به جیب زده. در ظاهر ممکن است چنین شخصی برای مدتی موفق به نظر برسد، ولی پولی که از راه غیر اخلاقی به دست می آید همیشه بال در آورده و پرواز خواهد کرد. وقتی از یکدیگر دزدی کنیم، از خودمان دزدی کرده ایم، زیرا ما در حالتی از کمبود و محدودیت قرار می گیریم که احتمالاً در جسم، زندگی خانوادگی و مسائل ما تأثیر می گذارد. به هر چیزی که فکر و آن را احساس کنیم، همان را ایجاد خواهیم کرد. ما به هر چیزی که ایمان داشته باشیم، همان را خلق می کنیم. حتی اگر یک شخص بتواند از راه نادرست به ثروت برسد، او موفق نیست. بدون آرامش ذهنی هیچ موفقیتی وجود ندارد. وقتی که آن شخص نتواند شبها بخوابد یا عذاب وجدان دارد، بیمار است و رسیدن به موفقیت چه فایده ای دارد؟ من کسی را در لندن می شناختم که از شاهکارهای خود با من صحبت می کرد. او یک جیب‌بر حرفه‌ای بود و پول خیلی زیادی را اندوخته کرده بود. یک خانه تابستانی در فرانسه داشت و به سبکی شاهانه در انگلیس زندگی می کرد. مسئله او آن بود که همیشه وحشت داشت که پلیس انگلیس دستگیرش کند. او آشفتگی های ذهنی فراوانی داشت و مطمئنن از ترس همیشگی و عذاب وجدان عمیقش ناشی می شد. می دانست که مرتکب اشتباه شده است. این عذاب وجدان او را با مشکلات زیادی درگیر می کرد. او بعدها داوطلبانه خود را به پلیس معرفی کرد و به زندان محکوم شد. بعد از آزاد شدن از حبس به دنبال مشاوره های روانشناسی و روحی رفت و متحول گشت. به کار خود بازگشت و به یک شهروند صادق و قانونشناس تبدیل شد. او کاری پیدا کرد که به آن عشق می‌ورزید و خوشحال بود. یک انسان موفق کارش را دوست دارد و خود را کاملا وقف آن می کند. موفقیت چیزی فراتر از اندوخته کردن پول می باشد. موفق کسی است که بر روان و روح درک بیشتری دارد. امروزه بسیاری از کارخانه داران صاحب نام برای موفقیت خود به استفاده صحیح از ذهن ناخودآگاهشان متکی می باشند. خیلی سال پیش از فلگلر، یک مرد قدرتمند در صنعت نفت، مقاله چاپ شد. وقتی در مورد راز موفقیت خود صحبت می کرد، او گفت که استعداد بی‌نظیری در دیدن شکل تمام شده پروژه هایش دارد. برای مثال چشمانش را می بست. یک کارخانه بزرگ نفتی و قطارهایی را که در حال حرکت بر روی ریل بودند تصور می کرد. صدای آنها را سوت می شنید و دودی را تجسم می نمود. ذهن ناخودآگاهش با دیدن و احساس کردن آرزوی برآورده شده او آن را به واقعیت تبدیل می کرد. هرگاه چیزی را واضح تجسم کنید، قدرت ذهن ناخودآگاهتان با عملکرد خود راهی را پیدا خواهد کرد و شما را از هر نظر تأمین می سازد. اگر سه گام رسیدن به موفقیت را استفاده نمایید، هیچگاه نباید از قدرت خاموش و سازنده ذهن ناخودآگاهتان محروم شوید. در تمام گام‌های رسیدن به موفقیت، وجود این انرژی ضرورت دارد. فکر شما سازنده است.
حال اگر با احساس آمیخته شود به یک ایمان یا باور ذهنی تبدیل می شود و بنابر ایمانتان برای شما پیش می آید. با آگاهی از چنین نیرویی که شما را توانمند می سازد تا تمام آرزوهای خود را برآورده کنید، به اعتماد به نفس و آرامش خواهید رسید. در هر زمینه‌ای که دست به کار شوید، باید قوانین ذهن ناخودآگاهتان را بشناسید. هرگاه بدانید چگونه از قدرت‌های ذهن خود استفاده و تلاش کنید و با استعدادهای خود به دیگران خدمت نمایید، بدون شک در مسیر رسیدن به جایگاه حقیقی خود قرار دارید. اگر در راه خدا و رضایت او گام بردارید، خدا از آن شما خواهد شد. بنابراین چه کسی این قدرت را دارد تا در مقابلتان بایستد؟ با چنین بینشی هیچ قدرتی در بهشت یا زمین باقی نمی ماند که موفقیت را از شما دریغ کند. او چگونه رویایش را به واقعیت تبدیل کرد؟ آقایی به من گفت که تحصیلات خیلی کمی دارد، اما خوابی دیده که در آن به یک بازیگر سینمایی موفق تبدیل گردیده است. او علف‌های خشک زمین را هرس می‌کرد، گاو می‌چراند و یا حتی شیر آنها را می‌دوشید. او می‌گفت من مدام تصور می‌کردم که اسمم بر روی تابلوهای بزرگ یک سالن تئاتر نصب شده است. این روند را تا چندین سال ادامه دادم تا اینکه از خانه فرار کردم. انجام خردکاری‌های یک کمپانی سینمایی را به عهده گرفته و سرانجام روزی رسید که اسمم را بر روی تابلوهای بزرگ و باشکوه دیدم، به همان صورتی که در زمان جوانی تصور کرده بودم. پس از آن اضافه کرد من قدرت تجسم مستمر برای رسیدن به موفقیت را می شناسم. رویای داروسازی او به واقعیت تبدیل شد. 30 سال پیش داروساز جوانی را می شناختم که علاوه بر مزد خود هفته 40 دلار دریافت می کرد. او به من می گفت من بعد از 25 سال حقوق مستمری می گیرم و بازنشسته خواهم شد. به این مرد جوان گفتم چرا برای خودت یک داروخانه شخصی احداث نمی کنی؟ از اینجا بیرون برو. افق دیدت را وسیع تر کن. برای فرزندانت آدم بی نظیری باش. شاید پسرت بخواهد که یک پزشک شود. شاید دخترت آرزو داشته باشد که یک موسیقیدان خبره شود. او در پاسخ گفت که هیچ پولی ندارد. در آخر پذیرفت هر چیزی را که بتواند به عنوان حقیقت باور داشته باشد، همان را میتواند تصور کند. اولین گام او برای رسیدن به هدفش آگاهی از قدرت‌های ذهن ناخودآگاهش بود که جزء به جزء اش را برایش مختصراً توضیح دادم. دومین گام باور او بود که بتواند ایده‌ای را به ذهن ناخودآگاهش وارد سازد. بعدها به گونه‌ای به واقعیت تبدیل خواهد شد. او خود را در داروخانه شخصیش تجسم می‌کرد. در ذهن خود شیشه ها را مرتب می‌کرد، نسخه می‌پیچید و چندین کارمند را در داروخانه تصور می‌کرد که به مشتریان خدمت می‌کنند. او همچنین موجودی بالای یک حساب بانکی را تصور می‌کرد. با تجسم خود در آن داروخانه خیالی کار کرده و مثل یک بازیگر خوب این نقش را زندگی کرد. آن گونه عمل کنید که گویا من وجود دارم، پس وجود خواهم داشت. این داروساز از هر نظر به گونه ای عمل، زندگی و حرکت می کرد که انگار واقعا صاحب چنین مغازه است. نتیجه جالب بود. او از کارش بیرون آمد. در یک فروشگاه زنجیره‌ای کار جدیدی را پیدا کرده و مدیر شد. پس از آن مدیریت منطقه را به عهده گرفت. او در طول 4 سال به اندازه کافی پول اندوخته کرد که می توانست داروخانه شخصیش را پایه‌گذاری کند. او اسم داروخانه خود را داروخانه رویایی گذاشت. خود می گفت این دقیقاً همان داروخانه است که در خیال خود می دیدم.
او در زمینه انتخابی خود موفق و سرشناس شد و از عشق ورزیدن به کاری که انجام میداد لذت می‌برد. استفاده از ذهن ناخودآگاه در تجارت. چند سال پیش در حضور گروهی از تجار در مورد قدرت‌های تصویرسازی و ذهن ناخودآگاه سخنرانی داشتم. در این سخنرانی از گوئس صحبت شد که وقتی با مشکلات و مسائلی روبرو می‌گشت چگونه از تجسم هوشیارانه استفاده می‌کرد. زندگی نویسان اشاره دارند که او عادت داشت تا چندین ساعت را در آرامش سپری کند و مکالمات خیالی را برگزار کند. روشن است قبل از آن که مشتری او بر روی صندلی مذاکره بنشیند، باید یکی از دوستان خود را در بهترین حالت ممکن تصور می‌کرد. به بیان دیگر، وقتی او درگیر مشکلی می‌شد، دوستش را تصور می‌کرد که با حالت و تون صدای همیشگی خود پاسخ درست یا مناسب را به او ارائه می‌کرد. او صحنه تجسمی را کاملاً به صورت یک واقعیت و در روشن‌ترین حالت ممکن می‌دید. یکی از افراد حاضر در سخنرانی که کارگزار جوان بورس بود برای عملی ساختن تکنیک گوئس اقدام کرد. او با دوست خود یک بانکدار میلیونر که از نظر عقل و درایت مورد تاییدش بود و او را به دلیل کسب سهام‌های پرسودش تقدیر می‌نمود برگزار کرد. او چنین مذاکراتی را تجسم می‌کرد که از نقطه نظر روانشناسی مثل یک باور در ذهنش تثبیت شد. این کارگزار بورس با هدف سرمایه گذاری برای مشتریان خود وارد مذاکرات خیالی می‌شد و آن را کنترل می‌کرد. هدف اصلی او در زندگی این بود که با راهنمایی‌های آگاهانه خود برای مشتریانش پولسازی کند و شاهد ثروتمند شدن آنها باشد. او به همین ترتیب در تجارت از ذهن ناخودآگاهش استفاده می‌کرد و با تلاش خود در این زمینه به یک شخص کاملاً موفق تبدیل شد. پسر 16 ساله‌ای که توانست موفق شود. یک پسر جوان دبیرستانی به من گفت نمره هایم خیلی پایین است. حافظه‌ام ضعیف شده و نمیدانم که مشکل از کجاست. متوجه شدم که نگرش این پسر تنها مسئله اوست و سبب شده تا نسبت به برخی از معلم ها و دانش آموزان بی تفاوت و کینه ای شود. من به او یاد دادم که چگونه از ذهن ناخودآگاهش استفاده کند و در درس های خود موفق شود. او عبارات تأکیدی را چندین مرتبه در روز به ویژه شبها قبل از خواب و همچنین صبح بعد از بیدار شدن تکرار می‌کرد. این بهترین زمان برای پربار کردن ذهن ناخودآگاه است. عبارت تأکیدیش در زیر آمده است. مطمئنم که ذهن ناخودآگاه هم حافظه قوی دارد. ذهن ناخودآگاه هم هر چیزی را که می‌خوانم و یا از معلم‌هایم می‌شنوم ثبت می‌کند. من حافظه قوی دارم و شعور بی‌پایان ذهن ناخودآگاه هم چیزهایی را مدام به من یادآوری می‌کند که در تمام امتحاناتم احتیاج دارم. چه شفاهی باشند و چه کتبی. من عاشق معلم‌های خود و دانش آموزان دیگر هستم و نیتی خیر دارم. برای آنها موفقیت و بهترین‌ها را صادقانه آرزو می‌کنم. این پسر جوان نسبت به گذشته احساس رهایی بیشتری می‌کرد و از آن لذت می‌برد. نمراتش عالی شدند. او همچنان معلم‌ها و مادرش را تصور می‌کرد که او را به خاطر موفقیت در درس‌هایش تحسین می‌کنند. چگونه در خرید و فروش موفق شوید؟ فراموش نکنید که ذهن هوشیارتان در تجارت آغازگر است و ذهن ناخودآگاهتان موتور آن. برای اینکه آن را به حرکت وادارید، باید موتور را روشن کنید. ذهن هوشیارتان مولدی است که قدرت ذهن ناخودآگاهتان را فعال می‌کند. اولین گام برای آنکه آرزو، فکر یا تجسم مشخصی را به اعماق ذهنی هدایت کنید، این است که بی حرکت شوید.
به هیچ چیز توجه نکنید. در همان حالت بمانید و سکوت نمایید. این سکوت، سکون و حرکت آرام بخش ذهنی از ورود مسائل نامربوط و افکار نادرست بازدارنده جلوگیری می کند تا در هدایت ذهنتان اختلال ایجاد نشود. همچنین در سکوت، انفعال و پذیرا بودن ذهن تلاش به حداقل خود می رسد. دومین گام این است که حقیقی بودن وجود چیزی را که آرزو دارید تصور کنید. برای مثال شاید آرزو داشته باشید که خانه ای بخرید. وقتی به حالت آرامش ذهنی خود وارد شدید، عبارت زیر را بیان کنید. شعور بی پایان ذهن ناخودآگاه هم هوشمند است. اکنون خانه ایدئالی را به من نشان می دهد که در محله مناسب، آرمانی و دوست داشتنی قرار دارد. جواب تمام احتیاجاتم را می دهد و متناسب با درآمدم است. حالا من این خواسته را به ذهن ناخودآگاهم می فرستم و می دانم که بنابر ماهیت خواستم پاسخ می دهد. من این روایت را با باور و یقین مثل کشاورزی که دانه ای را در زمین می کارد و بیچون و چرا به قوانین رشد اعتماد دارد می کارم. پاسخ دعایتان ممکن است با یک آگهی روزنامه یا به واسطه یک دوست به شما برسد و یا حتی مستقیماً در مسیر قرار بگیرد که خانه دلخواهتان در آن قرار دارد. از راه‌های بسیاری به دعایتان پاسخ داده می‌شود. شاید باور نداشته باشید، ولی مسئله مهم این است که همیشه پاسخ گرفته می‌شود و شما را وادار می‌سازد تا به عملکرد اعماق ذهن ایمان بیاورید. ممکن است بخواهید که خانه، زمین یا هر ملکی را بفروشید. در جلسه خصوصی که با دلال‌های ملکی داشتم، راهی را توضیح دادم که به واسطه آن خانه شخصیم را در خیابانی در لس‌آنجلس فروختم. بسیاری از آنها این تکنیک سرعتی، نتیجه بخش و خاص را پذیرفتند. در حیات جلوی خانه تابلویی را نصب کردم برای فروش توسط مالک. روز بعد همچنان که به خواب می رفتم از خود پرسیدم به فرض که خانه را فروختی بعدش چه می کنی؟ به سوال خود پاسخ دادم و گفتم تابلو را پایین می آورم و آن را در انبار می اندازم. در تصور خود تابلو را بلند می کردم، آن را روی شانه‌ام می گذاشتم، به سمت انبار می رفتم و آن را روی زمین می انداختم و با پوزخند به تابلو می گفتم دیگر به تو احتیاجی ندارم. با تجسم حالت تمام شده آن از درون احساس رضایتمندی می کردم. روز بعد آقای $1000 را به ودیعه گذاشت و به من گفت تابلویت را پایین بیاور. الان ما قرارداد را می نویسیم. فوراً تابلو را برداشتم و به سمت انبار رفتم. رویداد بیرونی با رویداد درونی هماهنگ شد. هیچ چیز جدیدی در این مسئله وجود ندارد. هر چیزی که در درون باشد همان در بیرون نمایان می شود. به این معنا که مطابق با تصویری که به ذهن ناخودآگاهتان وارد شود در صفحه نمایشگر زندگیتان آشکار خواهد شد. بیرون بازتابی از درون است. رویداد خارجی به دنبال رویداد درونی می آید. در اینجا روش خیلی مؤثر دیگری آمده است که برای فروش خانه، زمین یا هر ملکی استفاده می شود. آرام، در سکوت و با احساس عبارت زیر را بیان کنید. هوش بی پایان خریداری را به سوی من جذب می کند که این خانه را می خواهد و برایش پربرکت خواهد بود. شعور خلاق ذهن ناخودآگاه هم که هرگز اشتباه نمی کند این خریدار را به سوی من می فرستد. ممکن است این خریدار خانه زیادی را دیده باشد ولی فقط خانه من را می خواهد و می خرد. چرا که توسط ذهن بی پایان درونش هدایت می شود. می دانم که او خریداری مناسب است. زمان مناسب است و قیمت مناسب است. در این باره همه چیز مناسب است.
اکنون به فرمان الهی جریان‌های موجود در اعماق ذهن ناخودآگاه هم عملاً هر دوی ما را به هم می‌رساند. مطمئناً همین خواهد شد. همیشه در خاطر داشته باشید به دنبال هر چیزی که باشید به دنبالتان خواهد آمد و هر وقت که خواستید خانه یا هر چیز دیگری را بفروشید همیشه یک نفر خواهد بود تا آن را از شما بخرد. با بکارگیری صحیح از قدرت‌های ذهن ناخودآگاهتان خود را از هر گونه درگیری ذهنی و استراب در خرید و فروش نجات خواهید داد. او چگونه توانست به آنچه که می‌خواست برسد؟ خانم جوانی به طور مستمر در سخنرانی‌ها و کلاس‌هایم شرکت می‌کند. او مجبور بود تا 3 اتوبوس عوض کند. هر بار 1.5 ساعت زمان می‌برد تا به جلسات برسد. در یک سخنرانی توضیح دادم که چگونه مرد جوانی که برای رفتن به محل کارش به ماشین احتیاج داشت، توانست یک ماشین بخرد. او به خانه رفت و نکاتی را که در جلسه مطرح شد امتحان کرد. در اینجا بخشی از نامه او آمده است که بیانگر استفاده از تکنیک می باشد و با اجازه او چاپ شده است. آقای مورفی عزیز، من به یک ماشین احتیاج داشتم تا به طور مستمر به سخنرانی ها بیایم و این گونه شد که یک کادیلاک خریدم. در خیالاتم در مسیرهای رانندگی می کردم که همیشه دوست داشتم بروم. انگار که واقعاً آن ماشین مال من است. به یک نمایشگاه رفتم و فروشنده برای رانندگی مرا یک بار بیرون برد. مسافت خیلی کمی را رانندگی کردم و چندین مرتبه گفتم که این ماشین کادیلاک مال من است. به مدت 2 هفته پیوسته به تصویرسازی ذهنی خود که شامل سوار شدن به ماشین، رانندگی، لمس کردن صندلی‌ها و غیره می‌شد، ادامه دادم. هفته پیش با یک کادیلاک به جلسه سخنرانی شما آمدم. عمویم در انگلوود فوت کرد و کادیلاک و تمام دارایی‌هایش را برایم به ارث گذاشت. بسیاری از مدیران و تجار صاحب نام از تکنیک موفقیت استفاده کردند. تجار صاحب نام فراوانی هستند که چندین و چند مرتبه در روز از تک واژه موفقیت استفاده می کنند تا زمانی که باور داشته باشند آنها موفق هستند. آنها می دانند که فکر کردن به موفقیت تمام مؤلفه های موفق بودن را ایجاد می کند. به همین ترتیب اکنون شما می توانید با باور و یقین واژه موفقیت را با خود تکرار کنید. ذهن ناخودآگاهتان آن را به عنوان یک حقیقت از شما قبول می کند و ناگزیر موفق خواهید شد. باید باورهای ذهنی، اعتقادات و برداشتهایتان را بیان کنید. موفقیت برای شما چه معنی دارد؟ بدون شک شما نمی‌خواهید تا در زندگی خانوادگی و در روابط خود با دیگران موفق شوید. شما آرزو دارید تا در حرفه یا شغل انتخابی خود صاحب نام شوید. شما می‌خواهید صاحب خانه زیبا باشید و تمام پولی که برای یک زندگی مرفه و شادی لازم است داشته باشید. می‌خواهید در زندگی معنوی خود و در ارتباط با قدرت‌های ذهن ناخودآگاهتان موفق باشید. شما نیز یک تاجر هستید، چرا که داد و ستد زندگی خود را اداره می‌کنید. موفق شوید. خود را در حال انجام کاری که دوست دارید یا صاحب آن چیزی که می‌خواهید تصور کنید. خیال پرداز باشید. در ذهن با واقعی بودن موفقیت خود زندگی کنید. با آن انس بگیرید. هر شب با حس موفق بودن به خواب روید و کاملا خوشحال باشید. شما با کاشتن فکر موفقیت در ذهن ناخودآگاهتان سرانجام موفق خواهید شد. باور کنید که شما به دنیا آمده اید تا موفق شوید و همانطوری که بخواهید معجزه روی می دهد. توصیه های سودمند. 1. موفقیت یعنی موفق زندگی کردن
وقتی آرام، خوشحال و شاد هستید و کاری را که دوست دارید انجام می دهید، شما موفق هستید. 2. پیدا کنید که به انجام چه کاری عشق می ورزید، سپس همان را انجام دهید. اگر جایگاه حقیقی خود را نمی دانید، کمک بخواهید و راهنمایی خواهید شد. 3. در زمینه تخصصی خود منحصر به فرد باشید و سعی کنید در این باره از هر کس دیگری بیشتر بدانید. 4. یک انسان موفق مغرور نمی شود. خدمت به دیگران آرزوی اصلی او در زندگی است. 5. بدون آرامش ذهنی هیچ موفقیتی وجود ندارد. 6. یک انسان موفق از روان بی‌نظیر و درکی روحانی برخوردار است. 7. اگر شما چیزی را واضح تصور کنید، از طریق قدرت معجزه‌گر ذهن ناخودآگاهتان نیازهایتان رفع خواهد شد. 8. ترکیبی از فکر و احساس باور ذهنی می شود و بنابر باورتان برای شما پیش می آید. 9. نیروی تجسم مستمر قدرت‌های معجزه‌گر ذهن ناخودآگاهتان را نمایان می‌سازد. 10. اگر به دنبال ارتقای شغلی هستید، تصور کنید که کارفرما، سرپرست یا هر کس دیگری را که دوست می‌دارید برای ارتقای شغلیتان به شما تبریک می‌گوید. تصویری روشن و واقعی بسازید. صدا را بشنوید، حالات را ببینید و حقیقی بودن تمام اینها را احساس کنید. مدام این کار را انجام دهید و از طریق متصدی همیشگی ذهنتان از برآورده شدن دعایتان لذت ببرید. 11. ذهن ناخودآگاهتان حافظه قوی دارد. به این حافظه قوی مدام بگویید: هوش بی پایان ذهن ناخودآگاهم هر چیزی را که احتیاج دارم در هر جایی بدانم همیشه به من نشان می دهد. 12. اگر می خواهید خانه یا هر ملک دیگری را بفروشید، آرام، در سکوت و با احساس عبارت زیر را بیان کنید. هوش بی پایان خریدار این خانه یا ملک را به سوی من جذب می کند. او آن را می‌خرد و برایش پربرکت خواهد بود. این فکر را زنده نگه دارید و جریان‌های موجود در اعماق ذهن ناخودآگاهتان آن را محقق خواهد کرد. 13. فکر کردن به موفقیت تمام مؤلفه‌های موفق بودن را ایجاد می‌کند. واژه موفقیت را مدام و با اطمینان و یقین با خود تکرار کنید و ناخودآگاهتان ناگزیراً شما را موفق خواهد کرد. ممنون از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان همراه من بودید. لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب ندارید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، برای دوستان خودتون هم ارسال کنید و ما رو بهشون معرفی کنید و اگر در پایان پیشنهاد و یا انتقادی دارید، در قسمت کامنت ها لطفاً برای من بنویسید.